تاریخ 99 قسمت 282 ادامه بخش حماسه ها و ساگاه ها، میریم سر نوشته یک نویسنده آلمانی که نویسندهش مشخص نیست دقیقا کیه، ولی اثر ازش به جا مونده. زمانی در قرن چهارم میلادی، گونتر شاه و دو برادرش از کاخ خیش واقع در ورمس کنار رود راین بر ناحیه بورگونی سلطنت می کردند. در همین کاخ خواهر کهتر ایشان کریمهیلد، که هیچ زنی در هیچ کشوری از او زیباتر نبود، با برادران خیش به سر می برد. در آن ایام زیگموند شاه بر فروبومان سلطنت می کرد. وی حکومت غنی‌ترین ایالت خیش را که نزدیکی زانتن در جوار راین قرار داشت به فرزند خود زیگفرید بخشید تا به عنوان تویول نگاه دارد. زیگفرید که از زیبایی کریمهیلد آگاهی یافته بود، خودش را به دربار گونتر دعوت کرد. خودش مقدم خیش را در آنجا پذیره شد. یک سالی در آنجا زیست، لکن هرگز به دیدن کریمهیلد توفیق نیافت. از آن طرف دوشیزه که همواره از پنجره کاخ بلند خیش جوانان را مشغول نیزه بازی در حیاط دیده بود، از نظر اول به زیگفرید دل باخته بود. زیگفرید در نیزه بازی از تمام حریفان برتر بود و در جنگ های مردم بورگونی شجاعانه برای ایشان شمشیر می زد. هنگامی که گونتر به مناسبت صلح پیروزمندانه مجلس جشنی آراسته بود، از بانوان نیز دعوت کرد که در آن بزم شرکت جویند. بسیاری از دوشیزگان اصیل خود را به دقت تمام آراستند و جوانان که مدت‌های دراز در انتظار چنین فرصتی بودند تا مقبول نظر آن لعبتان افتند، ممکن نبود چنین فرصتی را با ثروتمندترین اراضی شاهی معاوضه کنند. ناگاه کریمهیلد مانند پگاهی که از پس ابرهای سیاهی بدمد ظاهر شد و کسی که مهرش را از دیرباز به دل داشت، از دیدن آن زیبا روی سرتر نگردید. زیگفرید شادمان و غمگین شد، زیرا در دل خیش گفت: چگونه من از کسی چون تو خواستگاری کنم؟ بیشک این خیال باطلی باشد. با این همه مرگ در نظر من بهتر است از بیگانه با تو بودن. چون کریمهیلد آن معشوق عالی مقام را در پیش روی خیش دید، رنگ چهرهش برافروخت و گفت: عالی جناب زیگفرید، ای شه سوار اصیل و نیکو سیرت، مقدم تو مبارک باشد. از شنیدن این کلمات جرأت زیگفرید افزون شد و با وقاری که زیبنده مقام یک شه سوار بود، سر در برابر آن بانو خم و از او تشکر کرد و عشق که نیرومند است، آن دو را از افشای راز درون باز داشت و عاشق و معشوق با حسرت به هم مینگریستند و در خلوت دل راز و نیاز می‌کردند. گونتر که همسر اختیار نکرده بود، از هار برونهیلد ملکه ایسلندی آگاه می‌شود، لکن به وی خبر می‌دهند که برونهیلد فقط به کسی حاضر است دست دهد که در سه زور آزمایی بر وی چیره گردد و اگر خواستگار در یکی از این آزمایش‌ها شکست خورد، سرش به عنوان تاوان برباد خواهد رفت. زیگفرید موافقت می‌کند که گونتر را در وصلت با برونهیلد کمک کند، به شرطی که پادشاه کریمهیلد را به زنی او دهد. هر دو با سرعت و سهولتی که خاص دلپختگان بیقرار است از دریا گذر می‌کنند. زیگفرید که با پوشیدن شنلی جادویی نامرئی شده است، گونتر را کمک می‌کند تا در آزمایشات پیروز شود و گونتر برونهیلد را که میلی به ترک وطن ندارد به عنوان همسر خویش همراه می‌آورد. 86 دوشیزه به کریمهیلد کمک می‌کنند تا جامه‌های فاخری برای خود تدارک کند. آنگاه در آن واحد دو عروسی مجلل برپا می‌کنند. گونتر برونهیلد را به زنی میگیرد و زیگفرید کریمهیلد را با کریمهیلد ازدواج میکند. لکن وقتی برونهیلد چشمش به زیگفرید میافتد، احساس میکند که او بایستی همسرش شده باشد، نه گونتر.
هنگامی که شب زفاف گونتر پا به هجله میگذارد، برونهیلد به او دست نمیدهد. او را میبندد و از دیوار میآویزد. چون گونتر آزاد میشود، دست کمک به سوی زیگفرید دراز میکند. شب بعد زیگفرید خود را به هیئت گونتر در میآورد و در کنار برونهیلد میآرامد. در خلال این احوال گونتر که در اتاق تاریک پنهان شده است همه چیز را میشنود و هیچ چیز را نمیبیند. برونهیلد زیگفرید را از بستر بیرون میاندازد و با وی مبارزه استخوان خورد کن و سرشکنی میکند که به هیچ وجه تابع هیچ قاعده و قانونی نیست. در گرما گرم مبارزه زیگفرید به خود میگوید دریغا اگر من به دست این زن کشته شوم، دیگر تا ابد هیچ زنی به شوهر خیش حرمت نخواهد نهاد. سرانجام وی بر برونهیلد فائق می آید و برونهیلد عهد می کند که زن وی باشد. زیگفرید بیان که خودش را نشان دهد، کمربند و انگشتر وی را بر می دارد و از هجله بیرون می رود و گونتر به جای خیش در کنار آن ملکه خسته و مانده بر می گردد. زیگفرید کمربند و انگشتری را به کریمهیلد پیشکش می کند، رفت داد به زن خودش، و وی را نزد پدر خیش می برد. پدرش تاج بر سر وی نهاده، او را شاه فروبومان می خواند. زیگفرید با استفاده از ثروت نیبلونگ های خیش، لباس هایی چنان گرانبها و فاخر بر تن همسر خود و ندیمه های وی می کند که هرگز پیش از آن نظیرش را زنان ندیده بودند. اندکی پس از این حوادث کریمهیلد به دیدن برونهیلد در ورمس می رود. برونهیلد که از لباسهای فاخر و زیب و زیور کریمهیلد به رشک اندر شده است، به میهمان خود خاطر نشان می سازد که زیگفرید واسال گونتر است. کریمهیلد در مقام عتاب کمربند و انگشتری را به برونهیلد نشان می دهد تا بداند که در واقع زیگفرید بر او غالب آمده است، نه گونتر. هاگن برادر ناتنی و عبوس گونتر وی را به مخالفت با زیگفرید برمی انگیزد. هر دو زیگفرید را به شکار دعوت می کنند و چون وی بر سر جویباری خم می شود تا آب بیاش آمد، هاگن پهلوی وی را با نیزه ای می دارد. کریمهیلد که همسر دلاور خیش را مرده می بیند، تمام آن روز و شب را بی‌حس به حال اغما دراز می کشد. وی چون بیوه زیگفرید است، گنج نیبلونگ را به ارث میبرد. لکن هاگن گونتر را تشویق میکند تا کریمهیلد را از آن دارایی محروم سازد. گونتر، برادران وی و هاگن آن گنج را در رود راین مدفون میسازند و سوگن یاد میکنند که هرگز محل اختفای آن را به کسی نگویند. مدت 13 سال کریمهیلد فکر گرفتن انتقام از هاگن و برادران وی را در سر می پرورانید، لکن هیچ گونه فرصتی دست نمی دهد. سپس وی پیشنهاد مزاوجتی را که از جانب آتیلا پادشاه هونها بعد از مرگ زنش شده است می پذیرد و به عنوان ملکه وی عازم وین می شود تا در آنجا زندگی کند. سلطنت آتیلا چنان قرین اشتهار بود که شجاعترین شهسوارها، اعم از مسیحی یا کافر، بلا انقطاع رو به دربار وی می نهادند. در آنجا چیزی مشاهده می کردی که اکنون هرگز نمی بینی، به این معنا که مسیحی و کافر را با هم متفق می دیدی بدون توجه به تفاوت عظیم میان معتقدات ایشان. پادشاه چنان سخاوتمندانه به ایشان مال می بخشید که همگی آنها را مکنتی فراوان بود. در آنجا کریمهیلد مدت 13 سال در این پاکدامنی حکومت کرد و به ظاهر فکر انتقام را از سر بیرون راند. در واقع او از آتیلا تقاضا می کند که برادرانش را به اتفاق هاگن به مجلس بزمی دعوت کند. با وجود هشدار هاگن، ایشان دعوت آتیلا را می پذیرند و با جمعی از ملتزمین مسلح متشکل از دهقانان شمشیرزن و شهسواران می آیند. در حالی که پادشاه و برادران تنی وی به اتفاق هاگن و شهسواران در تالار پذیرایی آتیلا سربر خان نشستند، خارج تالار به فرمان کریمهیلد دهقانان شمشیرزن به قتل میرسند. چون این خبر به گوش هاگن میرسد، فوراً از جا میجهد و دست به اسلحه میبرد. در داخل تالار جنگ خونینی میانه
برگینون ها و هون ها در می گیرد که شاید این امر یادی از جنگ واقعی بین این دو تیره در 437 بوده است. هاگن با نخستین ضربت سر از تن پسر 5 ساله کریمهیلد و آتیلا جدا می کند و سر بریده را به دامن کریمهیلد می افکند. هنگامی که تقریبا تمامی برگینون ها به قتل می رسند، گرنوت برادر کریمهیلد و گونتر از آتیلا تقاضا می کنند که اجازه دهد هر کس از میهمانان زنده مانده از تالار خارج شود. شهسوارهای هون با این تقاضا روی موافقت نشان می دهند، لکن کریمهیلد آنها را از چنین عملی باز می دارد. به همین سبب کشتار ادامه می یابد. برادر جوانتر او که هنگام قتل زیگفرید فقط 5 سال داشت، دست به دامان کریمهیلد می شود که ای خواهر دلبند، من چه کردم که سزاوار مردن به دست هونها باشم؟ من همواره نسبت به تو وفادار بودم و هیچ گونه آزاری به تو نرساندم. ای خواهر نازنین من، ای خواهر نازنین من به اینجا رو نهادم زیرا معتمد به عشق تو بودم، اینک تو باید مرا ببخشایی. کریمهیلد با فرار ایشان موافقت می کند به شرطی که هاگن را تحویل او دهند. گرنوت آواز بر می دارد که خدا چنین روزی را نیاورد، مرگ برای همگی ما به مراتب خوشتر خواهد بود تا یکی را خونبهای خود سازیم. کریمهیلد هونها را از کاخ بیرون می آورد، درها را بروی برگینونها قفل می کند و فرمان می دهد تا آن بنا را به آتش بسوزاند. برگینون ها که از فرط حرارت و آتش به جان آمده اند از شدت درد نعره می کشند. هاگن با آنها حکم می کند که آتش خود را با نوشیدن خون کشتگان فرو بنشانند و همگی چنان می کنند. برخی از میان الوارهای سوزان و آوارها بیرون می آیند و جنگ در حیات کاخ آنقدر ادامه می یابد تا از جماعت برگونی فقط گونتر و هاگن به جا می ماند. دیتریش به مبارزه می پردازد، بر هاگن چیره می شود و او را دست بسته نزد کریمهیلد می برد. کریمهیلد از وی می پرسد که گنج نیللونج را در کجا پنهان ساخته ای؟ شوهرش را کشت، با اون دوتا را گنجم پنهان کرد دیگه، حالا بهش میگه گنج کو؟ هاگن می گوید مادام که گونتر زنده است از افشای راز خودداری خواهد ورزید، به همین سبب گونتر را نیز که در قید اسارت است به فرمان خواهرش به قتل میرسانند. چون سرش را پیش هاگن میبرند، وی همچنان خودداری میورزد و خطاب به کریمهیلد میگوید اکنون هیچ کس نمیداند که گنج در کجا پنهان است بجز خداوند و من، چون هر کی میشناخت کشته شده بود دیگه. و تو ای زن شیطان صفت هرگز بیش از این نخواهی دانست. کریمهیلد شمشیر هاگن را میگیرد و با آن دردم وی را به خاک هلاکت میافکند. آنگاه یکی از جنگجویان او که از خونخارجی این زن به سطوح آمده است، کریمهیلد را به قتل میرساند. این داستان وحشتناکی است که از نظر قساوت و خونخارجی و خشونت از هیچ داستان همانندی در تاریخ ادبیات جهان عقب نمیماند. داستان دوشیزه رعوف و ملایم طبعی که بر اثر رویدادی شیطانی بدل به زن جنایتکار و خونخاری می شود. تا عهد ما هیچ واقعی نتوانسته است از بربریت چنین قصه ای پا فراتر نهد. قسمت بعدی تروبادورها. در پایان قرن 11 هم، یعنی عهدی که باید ظاهرا انتظار داشت که تمامی ادبیات اروپایی رنگ شور مذهبی مسیحیان را برای جنگ های صلیبی به خود گرفته باشد، در صفحات جنوبی فرانسه مکتبی از غزلسرایی به وجود آمد که جنبه اشرافی، شرک و ضد مذهبی داشت. از ظواهر آن نشان نفوذ عرب پیدا بود و حکایت از پیروزی زن می کرد بر پاکدامنی و عفافی که به حکم فرضیه هبوط بر وی تحمیل شده بود. این سبک شعر زمینه را برای ظهور دانته فراهم ساخت. چند شب دیگه می رسیم به دانته. تاریخ منشأ و پیدایش این سبک با نام جد الونور، گیوم نهم، کنت دو پواتو و دوک آکیتن قرین می باشد. این جوانک دلیر در 11 سالگی 1087 خیشتن را تقریبا فرمانروای مستقل جنوب باختری فرانسه اعلام کرد.
وی به اولین جنگ صلیبی پیوست و در مدح پیروزی دلاوران مغرب زمین در آن پیکار غزل سرایی کرد. لکن مثل بسیاری از اشراف قلمرو خیش که کانون بدعت گذاران شده بود، چندان حرمتی به کلیسا نمی گذاشت و با شوخ طبعی تمام کشیشان را مسخره می کرد. دوک آکتیان، ببخشید آکیتن، دوک آکیتن یکی از متواضع ترین مردان جهان بود که در فریفتن و اقفال بانوان ید طولایی داشت. وی شه سواری بود شجاع که فراوان عشق می‌ورزید و به خوبی می‌دانست که چگونه آواز بخواند و شعر بسراید و مدتی بس دراز سراسر کشور را زیر پا می‌نهاد تا مگر بانوان را به دام اندازد. گرچه متأهل بود، با کنتس زیباروی شاتلر نرد عشق میباخت و بدون پرده پوشی با آن زن یک جا زندگی میکرد. هنگامی که اسقف شجاع و سرتاس آنگولم به وی اخطار کرد که باید دست از اعمال کثیف خود بردارد، دوک در پاسخ گفت: به مجردی که موی سر تو احتیاج به شانه پیدا کند، من دست از کنتس برخواهم داشت. بعد از آنکه وی را تکفیر کرده بودم، روزی به اسقف پواتیه برخورد و خطاب به وی گفت: برای من طلب بخشش کن، وگرنه تو را خواهم گشت. اسقف در جواب گردن خود را کش کرد و گفت: بزن. گیوم امتناع ورزید و گفت: نه، من آنقدر دوستت ندارم که تو را به بهش روانه کنم. اسلوبی که دوک در نامه‌های عاشقانه خطاب به بانوان طبقات اعیان به کار می‌برد، سبک جدیدی را در تحریر بنیان نهاد. اما وی فقط مرد حرف نبود، فقط نامه نمی نوشت. زندگانی کوتاه لکن پرسروری داشت و به سن 56 درگذشت. 1137 وی برای الئونور قلمروی پهناور، ذوقی سلیم و شعردوست و طبعی عاشق پیشه بر جای نهاد. الئونور شعرها را در تولوز گرد خیش جمع آورد و آن جماعت به طیب خاطر برای او و درباریانش در ستایش زیبایی زنان و فتنه هایی که ایشان برپا می کردن چکامه ها می سرودند و می خواندند. برناردو وانتادور دست به سرودن غزلیاتی زد که در طی آن به تمجید زیبایی کنتس دو وانتادور پرداخت. کنتس مزبور چنان این اشعار را جدی گرفت که شوهرش مجبور شد وی را در برج کاخ مسکونی خود محبوس سازد. برنار که از این موضوع دلگرم شده بود، هم مخیش را مصروف به سرودن اشعاری در ستایش زیبایی و درخشندگی خود الئونور کرد. و هنگامی که الئونور ابتدا به پادشاه فرانسه و سپس به شاه انگلستان دل باخت، برنار عالی‌ترین احساسات درون را در قالب مرثیه معروفی جا داد. برخی از این جماعات خونیاگران سرگردان و خانه به دوش و اغلب آنها اعیان دون رتبه تری بودند که استعداد و عشق وافری به آوازخوانی داشتند. 4 نفر از ایشان پادشاه بودند: ریچارد اول، فردریک دوم، آلفونسو دوم و پدرو سوم، پادشاه آرگون. مدت 1 قرن 1150 تا 1250 این جماعت بر ادبیات فرانسه جنوبی حکمفرما بودند و اطوار و آداب یک طبقه اشرافی نوظهوری را شکل بخشیدند که از حالت توحشی روستایی پا به مرحله ای از شوالگری می نهاد که به حکم آن با تواضع و ادب تاوان جنگ را می داد و با لطف و وقار جبران زناکاری را می کرد. این جماعت مثل طبقه اعیان لباس می پوشیدند، همیشه شنلی بر دوش می افکندند، بیشتر به شیوه شهسواران مسلح و با زره حرکت می کردند. ایشان فقط برای طبقه اشراف شعر می گفتند. احتمالاً غلیان احساسات خود یک سبک ادبی بود. از آنجا که در میان طبقه اشراف قاعدتا عروسی فقط حکایت نقل و انتقال املاک و دارایی بود، درست به همان نحو که در افسانه های فرانسوی ذکر شده است، عشق و عاشقی بعد از عروسی می آمد. و از چند داستان استثنایی که بگذریم، کلیه حکایات عاشقانه ادبیات قرون وسطایی از جنوب گرفته تا شمال همه حکایت عشق های نامشروع هست. چون به طور کلی رسیدن به وصال بانوی شوهردار امکان پذیر نبود، همین ام موجب پیدایش اشعار تروبادورها شد. وقتی امیال آدمی جامعه تحقق پوشد، دیگر جولان دادن توسن خیال درباره آنها دشوار می شود. قبلا هم خوندیم
باید نتونی به عشق برسی و یا سخت باشه رسیدنش تا بتونی شعر بگی، تا بزنه بیرون. یه بار دیگه میخونم: وقتی امیال آدمی جامعه تحقق پوشید، دیگر جولان دادن توسن خیال درباره آن دشوار است و هر جا مانع و محظوراتی در کار نباشد ادبیاتی وجود ندارد. قاعدتا شاعر مکلف بود که آتش خود را با بوسه ای یا لمس دستی فرو بنشاند. سبکای منظوم سازی در نثر تروبادورها به مراتب مهمتر از احکام اصول اخلاقی بود. کانتسو عبارت از غزل بود. پلانت به نوحه یا مرثیه اطلاق می شد که شاعر در مرگ یار یا محبوبه دلبند خیش می ساخت. تانسون مناظره منظومی بود درباره موضوعی چون عشق، اخلاقیات یا شخصواری. سیروانت به سرودی می گفتن که برای جنگ یا دشمنی یا تاختن بر حریف سیاسی ساخته می شد. سیکستین عبارت از توالی بغرنج شش بند پی در پی بود که هر بندی شش بیت داشت. این سبک چکام سرایی را آرنو دانیل ابداع کرد و بسیار پسند خاطر دانته افتاد. پاستورال مکالمه ای بود میان یک تروبادور و زنی شبان. اوباد یا آلبا سرود دمیدن شفق بود و معمولا به عاشق و معشوق اختار میکرد که فرارسیدن روز به زودی راز آن دو را فاش خواهد ساخت. سرنا یا سرنا یا سرناد آواز شبانه بود و بالادا حکایتی بود منظوم. در اواسط قرن 13 هم نهضت تروبادورها به پایان رسید. در آن ایام پرآشوبی که مبارزات مذهبی مزبور جریان داشت، بسیاری از دشها که مأمن این دسته از غزل سرایان بود از پا درآمد و چون خود تولوز به محاصره مضاعف دچار گردید، نظام شهسواری که در خطه آکیتن برقرار بود از هم پاشیده شد. پاره از خونیاگران به اسپانیا و برخی به ایتالیا فرار کردند. در ایتالیا بود که فن غزل سرایی بار دیگر در نیمه دوم قرن 13 رونق گرفت و دانته و پترارکا هر دو از نوابگان عالم غزل سرایی بودند. از آن تاریخ تا کنون ادبیات تحت نفوذ آن نغمات ظریف بوده و شاید به برکت عطر ستایش آنهاست که اینک بوی خوشتر عشق مشام جان آدمی را معطر می‌سازد. مینه سنگرها. نهضت تروبادورها از فرانسه به صفحات جنوبی آلمان راه پیدا کرد. مضمون اشعار آنها خدمت در راه عشق و خدمت به بانو بود که هر دو جزئی از آیین شوالیه گری آن دوران به شمار می رفتند. ما بالغ بر 300 نفر از این مینه سنگرها را به اسم می شناسیم. این احتمالا سینگر بوده، ولی خب نویسنده و مترجم مثلا مترجم سنگر نوشته داشتم و عذرخواهی میکنم، ولی من فکر میکنم اینا سینگر بوده. حالا مهم نیست، حالا این دارو دسته ببینیم چیکار کردن. اسما رو عذرخواهی میکنم اگر بعضی وقت اشتباه میخونم، بذارید پای بیسوادی، زیرا مقدار زیادی از اشعار آنها به جا مانده است. برخی از این عده تعلق به طبقه نوجوای پایین تر داشتند. بیشتر آنها مردمانی فقیر و مستحضر به عنایات و الطاف امپراتوران یا دوک ها بودند. بسیاری از آنها مردمی بی سواد بودند و کلمات و موسیقی آوازهای خود را دیکته می کردند یا به عبارت دیگر بلند بلند می گفتند تا دیگران ضبط کنند. شاعر بود و بی سواد زیادم بودند. والتر فون در نقطه‌ای در تیرول قبل از سال 1170 به دنیا آمد. وی شهسواری بود تنگ دست که با اشتغال به شعر و شاعری وضع را از بد بدتر کرد. در 20 سالگی برای امرار معاش در خانه های اشراف وین آواز می‌خواند. در آن سالهای جوانی وی با همان آزادی تلذذ نفس سخن از عشق می‌گفت که رقیبانش روی در هم می‌کشیدند. به تدریج که والتر مسن‌تر شد، قوه ادراکش کمال یافت و رفته رفته در وجود زن ظرافت و لطفی مشاهده کرد دلپسندتر از هر نوع کشش جسمانی. این تیکش خیلی قشنگه، دوباره میخوام بخونم. در وجود زن ظرافت و لطفی مشاهده کرد دلپسندتر از هر نوع کشش جسمانی. دیدی خارج از دید جنسی نسبت به زن جست، کشف کرد.
و به این نتیجه رسید که پاداش اتحاد زن و مرد از طریق ازدواج به مراتب بیشتر است از هر نوع تهییج لذت‌آور ظاهری که ناشی از تنوع باشد. در این باب طی قطعنامه‌ای میگوید: خوشا به حال مرد و خوشا به حال زنی که دلهای آنها نسبت به یکدیگر صادق باشد. قدر و ارزش زندگانی آنها افزونی میگیرد. تمامی ایام و سالیان عمر آنها خجسته است. عود خود را برای مخالفت با پاپا کوک میکرد. مدام خلافکاری های کلیسا را به باد انتقاد میگرفت و خشمگی بود از آنکه به چه جهت وجوه مردم آلمان را از کوههای آلپ گذر میدادند تا به اسم پنی پتروس خزانه پاپی را انباشته سازند در روم. با تمام این اوصاف وی یک نفر مسیحی مؤمن بود. وی افسوس می‌خورد از اینکه پیرتر و ناتوانتر از آن است که بتواند عازم جنگ صلیبی شود. از خداوند طلب بخشایش می‌کرد که قادر نبود دشمنان خود را دوست بدارد. به حسودان طالع شوم خود را می‌بخشم. به دروغگویان پریشانی‌های خیش را، به دلدادگان دروغین سفاهت‌های خود را، به بانوان درد دل خیش را. جسدش را در کلیسای جامع وورتسبورگ به خاک سپردند. در جوار مزارش سنگ یادبودی حکایت از علاقه قلبی آلمان به بزرگترین شاعر این عهد می کند. اولریش خود زنی را به عنوان الهه خیش برگزید و چون لبشکری بود و می ترسید که آن بانو از دیدن روی وی منزجر شود، دستور داد لبش را بدوزند و به عشق دلداده خیش در جشن‌های نظامی شرکت جست. چون به وی خبر دادند که زن از این مطلب در شگفت شده است که اولریش هنوز صاحب آن انگشتی است که اون خیال می کرد آن را در راه شرافت وی از دست داده است، اولریش آن انگشت به خصوص را از بدن جدا کرد و به نشانه حرمت حرف محبوبه پیش وی فرستاد. هنگامی که بخت یاری کرد و اولریش موفق شد آبی را که بانو با آن دستهایش را شستشو داده بود بنوشد، دیگر از فرط شعف سر از پا نمی شناخت و چون وی نامه از محبوبه دریافت کرد، به علت نداشتن سواد هفته ها آن را در جیب خود هم می کرد تا شخص معتمدی را پیدا کرد که می توانست نامه را برایش بخواند. پس از آنکه به وعده لطف معشوقه شاد شد، دو روز متمادی در لباس ژنده‌ای چون گدایان میان جمعی از جزامیان بر در سرای بانو به انتظار ایستاد. بانو او را اذن دخول داد و چون دید که آدم سمجیست، دستور او را در ملحفه بپیشن و از پنجره خوابگاهش سرازیر کنند و بر زمین نهند. در تمامی این دوران اولریش صاحب یک زن و چندین اولاد بود. نهضت مینه سنگرها یا مینه سینگرها توأم با قدری جلال و ابهت با چکامه های هانریش فون مایسن که او را به واسطه آوازهایش در تجلیل مقام زن ستایشگر زن لقب دادند به سر آمد. هنگامی که وی در سال 1317 در شهر ماینز درگذشت، بانوان شهر در حال ترنم نوحه‌های مزون، نوحه‌های موزون، جنازه‌اش را به کلیسای جامع شهر حمل کردند و بر روی تابوتش آنقدر شراب ریختند که چون جویی در سراسر کلیسا جاری شد. بعد از وی فن آوازخوانی از چنگ شهسواران بیرون رفت و به دست طبقه متوسط افتاد. رومانس ها چنان که تروبادورهای فرانسه جنوبی و ترواتوره های ایتالیا غزلیات بسیار لطیفی برای بانوان می سرودند، به همان طرز در فرانسه شمالی شعرایی که از دامان خانواده های بی بضاعت برخواسته بودند و در نزد فرانسویان به ترور معروف بودند، با داستان های منظوم عشقی و جنگی شبهای تار خانواده های متوسط و عالی را روشن می ساختند. شانسون دو جست یا ترانه های حماسی محتملن از پیوستن چندین منظومه های کوچک پدید آمد. معمولا شاعر لب به کلام واقع
نگاران را درباره حوادث تاریخ می گرفت، آن را در لفافه از ماجراهای تخیلی می پیچید و منظومه خود را با ابیاتی 10 یا 12 سیلابی چنان می ساخت که فقط متناسب با شبهای دراز زمستان صفحات شمالی اروپا بود. شانسون دولوران که مدتها قبل به وجود آمد نمونه سستی از این رقم شعر بود. ضمناً آن که نظم اجتماعی راه تکامل سپرد و با افزایش ثروت مقام زن در جامعه بالا رفت، تروبورها از موضوع جنگ روی برتافتند و به عشق پرداختند. تروبورها که میدونه ایتالیایی بودند، یعنی یک سبک ایتالیا بود. و در قرن 12 بود که رمان جانشین شانسون دو جست شد که یه سبک بود. زن بر سریر ادبیات تکیه زد و مدت چندین قرن آن مسند عالی را حفظ کرد. در بد و امر لفظ رمان به هر نوع اثری اطلاق می شد که به آن زبان فرانسه اولیه نوشته می شد. هر چی به اون زبان نوشته شد و می گفتن رمان. فکر نکنند آن عشقی بود، نه، ولی خب چون تو اون دوره همش عشقی می نوشتن، خب همش هم عشقی بود، ولی اصل به زبانه بود که به یه مدل زبان فرانسوی خاصی بود و وجه تسمیه از آنجا بود که زبان اولیه فرانسویان یا میراث رومی را رومن می خواندند. و دیدیم اصلا این سبک رو یه سری از ایتالیا ابداع کردن، ولی خب زبانه نوعی از زبان فرانسوی بود. داستانهای عشقی و تخیلی را از آن جهت که جنبه رومانتیک داشت رمان نخواندند، بالعکس پاره از احساسات آدمی را عشق رومانتیک نام نهادند، به علت آنکه نظایر آن در رمانهای فرانسوی فراوان دیده میشد. از آنجا که هیچ گونه سبک ادبی نباید بدون وجود ابوین مشروعی قدم به عرصه حیات نهد، می توان چنین ادعا کرد که رمان ها باید از یک رشته شانس و دو جست ناشی شده باشند، که یه سبک بود خوندی منم، که با مشتی احساسات رقیقه عشق و عاشقی تروبادورها توأم شده بود. همه اینا رو خوندیم، ما اصلا یه فصل داشته واسه تروبادورها الان خوندیم. پاره از موضوعات اصلی این قبیل رمان‌ها محتملاً از قصه‌های عاشقانه یونانی اقتباس شده است. یک کتاب یونانی که در قرن 4 به زبان لاتینی ترجمه شد، نفوذ عظیمی در سبک رمان نویسی داشت و آن تذکره جعلی احوال اسکندر کبیر بود که به غلط آن را نوشته تاریخ نویس رسمی وی کالیستنس دانستند. در اروپا و جهان یونانی زبان مشرق داستانهای اسکندر از جمیع رمانهای مسلسل و به هم پیوسته قرون وسطایی فراوانتر و محبوبتر بودند. لکن سلسله رمانهایی که به فرانسه، انگلیسی، آلمانی درباره محاصره شهر تروا به نصر آمدند، از لحاظ احساسات به مراتب رقیق‌تر و از نظر تنوع به مراتب غنی‌تر بودند. در این مورد سرچشمه الهام چکام سرایان ویرژیل بود، نه هومر، چون اول هومر اینا رو گفته بود و اینا رو ما خوندیم تو جلدای قبل داستانی که هومر نوشته بود. داستان دیدو در این تاریخ به صورت رمانس در آمده بود و به رغم افسانه نویسان، مگر نه آن بود که تروایی‌های دلیر پس از شکستی که سزاوار آن نبودند در فرانسه و انگلستان و ایتالیا مقام گزیده بودند و در حدود 1184 یکی از تروورهای فرانسه موسوم به بنوا دو سنت مور بار دیگر رمان تروا را به صورت یک منظومه 30,000 بیتی درآورد. این منظومه به چندین زبان مختلف ترجمه شد و در ادبیات 10-12 ملت مختلف اثر گذاشت. در آلمان ولفرام فون اشباخ نیز یک قصه تروا نوشت که از لحاظ حجم به قدر ایلیاد هومر بود. در ایتالیا بوکاتچو قصه فیلوستراتورا از بنوا اقتباس کرد. در انگلستان لایمن
حدود 1205 در منظومه 32000 بیتی خیش موسوم به چکامه بروت توصیف کرد که چگونه بروتوس نواده فرضی آینیاس قهرمان تروا لندن را بنا نهاد. داستان تروویلوس و کریسیدا را شاعر انگلیس چاسر از منو اقتباس کرد و همین منظومه بود که مورد استفاده شکسپیر در ساختن نمایشنامه ترویلوس قرار گرفت. سومین رشته بزرگ از رمانس‌های قرون وسطا ارتباط با شاه آرسر داشت. ما بهش میگیم شاه آرتور ولی اینجا نوشته شاه آرسر. به طوری که قبلا دیدیم به اغلب احتمال این آرسر که دربارهش فراوان سخن گفتن یکی از نوجبای مسیحی بریتانیا بود که در قرن ششم در برابر ساکسون‌های مهاجم به مبارزه قیام کرد. چه کس بود که این مرد دلیل و شهسواران وی را به صورت چنان اساطیر دلپذیری درآورد که فقط دوستداران شعر مزه آن را به تمام و کمال چشیدند؟ قدیمی ترین اشاراتی که به آرثر شده است در نوشته های وقایع نگاران انگلیسی می آید. پاره از عناصر متشکله این افسانه را از کتاب وقایع نامه اثر ننیوس اقتباس کرده اند. 976 همین داستان را جفری در تاریخ شاهان بریتانیا به شکل مفصلی بیان کرد. 1137 این داستانی را که جفری در تاریخ خود درج کرده است رابرت ویسنامی از تروورهای جزیره جرزی در منظومه مفصل خیش تحت عنوان بروت انگلستان به شعر فرانسه درآورد. 1155 این نخستین بار است که ما ضمن داستان آرثر به احوال شهسواران نیزه‌گرد واقف می شویم. محتملا قدیمی ترین قطعات این افسانه بزرگ پاره از داستانهای ویلزی است. قدیمی ترین نسخه های خطی داستان کامل آرثر و شهسواران در زبان فرانسه وجود دارد. عموم محققان در این نکته متفق الرأیند که درباره آرثر و جام مقدس در منطقه ویلز و جنوب باختری بریتانیا قرار داشته است. قدیمی ترین شکل کامل این افسانه به نثر یک دست نوشته انگلیسی است که به طور مشکوکی آن را به یک تن از خادمین کلیسای اعظم آکسفورد والتر مپ نسب دادند. کهنسال ترین شکل منظوم این رشته افسانه ها رمان های کرتین دوترو است. اطلاع ما درباره زندگی کرتین تقریبا همانقدر ناقص است که درباره آرثر. میدانیم که وی در ابتدای دوران شاعری خیش داستان تریستان را به نظم کشید که اکنون مفقود شده است، چون کنتس ماری دو شامپانی دختر الئونور دی آکیتن این مجموعه را دید به ظاهر امیدوار شد که کرتین ممکن است با قریحه خیش از عهده ساختن چکامه هایی درباره عشق درباری براید و عالی ترین آرمان های شوالیه گری را به اسلوب رمان به نظم کشد. به همین سبب ماری او را دعوت کرد تا به اصطلاح ترور دربار او در تروا باشد. کرتین در سالهایی که از عنایات ماری برخوردار بود 1160 الی 1172 به تصنیف 4 رمان مبادرت جست و ابیات قافیه دار که هر فردی 8 سیلاب داشت و آن 4 منظومه عبارت میشد از ارکوانیت، کلیژه، آیواین و شهسوار عرابه که به هیچ وجه عنوان بلند مرتبه‌ای برای قصه لانسلوت آن شهسوار کامل محسوب نمی‌شد. در 1175 در دربار فیلیپ کونت فلاندر بود که کرتین شروع به ساختن مجموعه کونت دل گرال کرد و 9000 بیت از این حماسه را شخصا ساخت. به همت شاعر دیگری تعداد بیت ها به 60000 رسید و منظومه کامل شد. یک روز عید قیام مسیح شاه آرثر در کاردیگن دربار آراست. خب حالا بعد از این حرفا رفتیم داستان، تازه یکی از نسخش. هرگز کسی درباری به این حشمت به چشم ندیده بود.
زیرا در آنجا عده زیادی از شهسواران نیکوسیرت و پرتاقت و جسور و شجاع، بانوان و دوشیزگان ثروتمند و دختران ملایم تب و زیباروی پادشاهان حضور داشتند. لکن پیش از آنکه مجلس برهم خورد، شاه با شهسواران خیش گفت که میل دارد فردای آن روز را به شکار گوزن نر سپید رود تا آن سنت شایسته کهن را رعایت کرده باشد. هنگامی که خاوند گوین این سخن را بشنید به غایت بدحال شد و گفت خداوندگارا، بهره تو از این شکار نه امتنانی خواهد بود و نه حسن نیتی. همگی ما از دیرباز به این سنت کشتن گوزن سپید آشناییم و میدانیم که هر کس بتواند آن گوز را به قتل برساند باید زیباروترین دوشیزه دربار تو را ببوسد، اما از این کار ممکن است بلیه بزرگی برخیزد، زیرا در اینجا 500 تن دوشیزه هستند، همگی والاتبار و یک یک آنها شهسواری به خدمت ایستاده دارد، دلیر و متحور که حاضر است شمشیر کشیده به راستی یا دروغ ثابت کند که بانوی وی زیباترین و رعناترین تمامی دوشیزگان است. شاه گفت من این مطلب به خوبی می دانم. با وجود این از شکار منصرف نخواهم شد. فردا همگی ما از روی خوشدلی به سراغ شکار گوزن سپید خواهیم رفت. در داستان لانسلو یا لانسلوت به این نکته بر می‌خوریم که دلداده کامل کسی است که فرمان محبوبه خیش را اطاعت می‌کند، بیدرنگ به رغبت در اجابت تمنای معشوقه خیش می‌کوشد، تحمل درد در نظرش شیرین است، زیرا عشق که هادی و رهنمای اوست درد او را تسکین و تخفیف می‌دهد. لکن کنتس ماری دو شامپانی، همون که این آقا رو آورده بود شعر راستش بگه، ذهنی انعطاف پذیر از عشق داشت. اگر شهسواری دوشیزه ای یا زن بیکسی را تنها بیند و اگر اعتنایی به نام نیکوی خیش داشته باشد، آنگاه همانسان دست تخطی به سوی او دراز خواهد کرد که مایل به بریدن حلقوم خیش باشد. و اگر چنین شهسواری به ناموس وی دست درازی کرد، تا ابد در هر درباری رسوا خواهد بود. اما اگر در حالی که زن زیر نظر و حمایت شهسوار است، شهسوار دیگری با این یکی به جنگ برخیزد و او را شکست دهد، آنگاه آن شهسوار دیگر میتواند با زن هر معامله‌ای بخواهد بکند بی آنکه مورد سرزنش قرار گیرد یا نامش ننگین شود. امتیاز کرتین، همون کسی بود که ماریو وردش واسش اون کتاب رو نوشت، از آن جهت است که اولین سند کامل و موجود از آرمان شوالیه‌گری را نوشته است. وی به وصف درباری پرداخته است که در آنجا ادب و شرافت و شجاعت و اخلاص عاشق به ظاهر حائز اهمیت بیشتری بود تا کلیسا یا مذهب. کرتین در آخرین منظومه تخیلی خیش با افسودن جام مقدس رشته افسانه های آرثر و شهسواران وی را به عالی ترین مدارج ارتقا داد. اصل داستان از این قرار است که یوسف رامه‌ای پس از آنکه مسیح را به صلیب کشیده بودند، رامه جایی بوده، یوسف رامه‌ای، حالا یعنی یوسفی که مال اونجا بوده، شاید لقبش بوده. پس از آنکه مسیح را به صلیب کشیده بودند، در همان جامی که مسیح در آخرین شام شراب نوشیده بود، مقداری از خون منجی مصلوب را حفظ کرد. خود یوسف یا به روایتی فرزند وی آن جام و خون فنا ناپذیر را به بریتانیا آورد و آن یادگار مقدس را پادشاه علیل و محبوسی در دژ مرموزی نگاه داشت. فقط یک نفر شهسوار کامل پاکدامن و پاکدل میتوانست آن جام را پیدا کند. این داستان رو یادتون باشه چون بعد بهش میرسیم. و با استفسار از آن پادشاه درباره بیماریش او را آزاد سازد. به روایت کرتین، دلاوری که در صدد جستجوی جام مقدس برمی آید پرسیول است از سرزمین گل.
در نسخه انگلیسی این افسانه کسی که برای انجام این مهم قد علم می کند گلهولد پسر نیکوخسال و بیگناه لانسلو آن دلاور لکهدار شده است. در هر دو روایت جوینده جام را به بهشت می برد. در آلمان ولفرام فون اشباخ نام پرسیول را به پارتس فال یا پارتسفال مبدل ساخت و این افسانه را به مشهورترین شکل قرون وسطایش درآورد. والفرام شهسواری بود از اهالی باواریا. مدت 20 سالی در دژ وارتبورگ زندگی کرد و به ساختن عالی‌ترین منظومه قرن 13 مبادرت جست. قطعا وی میبایست این منظومه آبدار را برای دیگران دیکته کرده باشد، زیرا ما از منابع موثق اطلاع داریم که وی هرگز خواندن نوشتن فرا نگرفت. این هم نویسنده بیسواد دیگری. والفرام مدعی بود که داستان پارسیفال خود را از یکی از شعرهای پروونسال موسوم به کیوت اقتباس کرده است، نه از کرتین، چون اصل این داستان مال کرتین بوده. اون داره میگه نه من از کرتین نگرفتم، من از یکی دیگه گرفتم. اما از وجود چنین شاعری اطلاعی نداریم و تا آنجا که تحقیقات نشان داده است از تاریخ نظم این افسانه به دست کرتین یعنی 1175 تا تاریخ ساختن منظومه ولفرام 1205 هیچ کس دیگری را نمیتوان سراغ گرفت که قصه مزبور را به رشته نظم درآورده باشد. منظومه ولفرام به 16 کتاب تقسیم شده است. مسیحیان نیکوسیرت و شهسواران منصف قرون وسطا خود را به هیچ وجه مقید نمی دیدن که اگر مطلبی را از منبعی اخذ می کنند مراتب حق‌شناسی خود را نسبت به متقدم ابراز دارند. فردا شب بریم ببینیم حالا داستان پارسیفال چی بوده. شب همتون بخیر باشه.